سلام، به پنجمین اپیزود چنل راهبکست خوش اومدین. یه چیزی که 4-5 روز باش درگیرم استرابمه. من قبلا یه دوره تقریبا یه ساله استراب شدید گذروندم. الان میتونم بگم که از اون دوره رد شدم، ولی یه چیزی که من درباره استراب فکر میکردم این بود که تو موقعیت های حساس، نمیدونم، وقتی امتحان داری، وقتی مصاحبه کاری داری، اینجور موقع ممکنه پیش بیاد، ولی بعد فهمیدم که انگاری همیشه هست. یه موقعیت هایی، یه لحظه هایی هست که تو آرامش رو حس میکنی. وقتی که اون آرامش میاد، تازه میفهمی که من تو کل زندگیم دارم با استراب سر میکنم. میفهمی تازه که استرابه همیشه باهاته. اون یه لحظه آرامش ها باعث میشن که تو بفهمی که همیشه آرامش نیست، یه لحظه است، چند دقیقه است، و تو کل زندگیت همیشه آشوبی. بعضی وقتا دوره شبیه اون دوره یکی دو سالم میشم که استراب خیلی شدید بود، که رو خوابم تأثیر گذاشته بود، نمیتونستم از خواب بیدار شم از شدت استرس، همش خوابم به هم ریخته بود، همش میپریدم از خواب، یه خواب مداوم نداشتم، هر مثلا 2 ساعت، 3 ساعت، 1 ساعت از خواب میپریدم با یه استراب شدید تا بعد دوباره بتونم بخوابم. مثل موقعی که کابوس دیدی، ولی من کابوس نمیدیدم، من فقط با استراب از خواب بیدار میشدم. من کلا از اوناییم که خوابشون خیلی سنگینه، خوابم خیلی سنگینه، ولی وقتایی که اون استرابه میره تو دوره شدید ترش، دوباره من با یه صدای خیلی ریز، با صدای خیلی کوچیکم، یهو از خواب میپرم. خب من فهمیدم که همیشه این آشوبه رو دارم، ولی بعضی موقع ها مثل این 4-5 روز الان دوباره شدید میشه و دوباره از بین میره و مثل حالت عادی میشه. ولی واسه این دوره های 4-5 روزم فکر کردم که باید یه کارایی بکنم، چون تو این 4-5 روزه عصبیم، همش راحت میتونم با همه دعوا کنم، اعصابم خورده، خلقم پایینه، همیشه آشوبم، همیشه نگرانم، همیشه انگار یه اتفاقی افتاده در صورت که هیچ اتفاقی نیفتاده. واسه همین باید این 4-5 روزها، این یه هفته ها، این 2 هفته ها که پیش میاد و یه جوری ازش رد شم، واسه رد شدن ازش یه کاری انجام بدم، اینکه عصبانیت رو کنترلش کنم تو این تایم، باید واسه یه کاری بکنم. همه کسایی که یه دوره استراب گذروندن میدونن که واسه یه کم شدن استرابه یه سری راه ها هست، مثل گوش دادن پادکست، مثل گوش دادن وایس های مدیتیشن. مثلا همین توی این دوره ها، با اینکه دوره های کوتاهی هن، با اینکه 4-5 روز هن، 1 هفته، 2 هفته، ولی باید همون کار رو انجام بدیم، باید وایس های مدیتیشن گوش بدیم، باید پادکست گوش بدیم. من خودم یه حالتی هم که دارم توی این دوره ها خیلی دلم میخواد تنها باشم، خیلی دلم میخواد با خودم وقت بگذرونم. بیشتر این دلیلش هم به خاطر اینه که خیلی زود عصبی میشم، دلم نمیخواد مثلا بقیه رو سر عصبی شدن ناراحت کنم، مثلا همین ترجیح میدم که اون دوره رو تنهایی بگذرونم. و اینکه فکر کردن بهم کمک میکنه، با اینکه اورتینگ همیشه اذیتم میکنه، ولی تو این تایم فکر کردن زیاد اذیتم نمیکنه، بیشتر حال میده بهم. خودم تنها برم خرید، خودم تنها برم نمیدونم یه قهوه بخورم، یه بستنی بخورم، خودم تنهایی برم پیاده روی کنم، برم بدوم، خیلی بیشتر بهم کمک میکنه تنها بودنه تا اینکه بخوام با بقیه وقت بگذرونم. امشب تصمیم گرفتم که ژورنالمو واسهتون بخونم، ژورنال امروزمو. من خودم اصلا نمیدونستم ژورنال یعنی چی، ولی فهمیدم مثل این که همه حس و حال روز تو بنویسی، همه اتفاقایی که تو روز افتاده، همه احساساتی که داشتی. زیاد قرار نیست با خودتون سخت بگیرین توی ژورنال نوشتن، ولی هرچی که تو دلتونه رو خالی کنین، یه جورایی
نوشتن خیلی آدم رو آروم میکنه، یه جورایی ذهن آدم خالی میشه، یه جورایی از اوورتینگ کردن آدم کم میکنه. چون من خیلی مشکلم توی اوورتینگ دیگه زیاد شده، این نوشتنه خیلی کمکم میکنه. روز و تاریخ و ساعت و حتی شهرم هم مینویسم که الان کجا هم و همه حس و حالم مینویسم. امشب گفتم که جورنالی که نوشتم اون واسه شما هم بخونمش. آشوب بودنم بهتر نشد و اصلا عصب ندارم. من امروز یه چیزی رو فهمیدم، اینکه وضعیت یک سال یا دو سال پیشم هر چند وقت یک بار میاد سراغم و من باید یاد بگیرم باش کنار بیام. من فهمیدم که هر حال بد و حس بد رو خود آدم میتونه از بین ببره تا شدید نشه. اینو واقعا تقریبا تا میگم یه ماه بهش رسیدم. خیلی سخته، واقعا سخته. آدم نمیتونه همیشه جلوی دیگران ناراحت باشه، همیشه دب باشه، همیشه مودش پایین باشه، همیشه بی‌اعصاب باشه، که یه جایی آدم باید خودش حلش کنه. یه موقعی واقعا افسردگیه، واقعا شدیده، خب باید آدم بره پیش تراپیست، پیش مشاور، پیش روانشناس. ولی یه موقعهایی هم آدم میتونه خودش حلش کنه و اون موقع خیلی واقعا به نظرم لحظه های طلایی هست که بفهمید میتونم حلش کنم، که دائم خودمون ناراحت نگه نداریم. میدونی یه موقعهایی هست که ما حتی اصلا خوشمون میاد که ناراحتی، ما اصلا دلمون میخواد که ناراحت بمونیم، ولی وقتی که هی زمان میگذره میبینیم که اشتباه میکردیم و باید سعی کنیم که اون حال بده رو از بین ببریم. خیلی 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 سخته. من باید همزمان استرابم کنترل میکردم، اعتماد به نفسم خیلی اومده بود پایین، حال روحیم هیچ وقت خوب نبود، همیشه دلم میخواست تو اتاقم تنها باشم، تو تختم باشم، با کسی حرف نزنم، بیرون نرم. و من اینو دلم میخواست، ولی واسه اینکه حال برگرده مجبور بودم بیرون رو برم، واسه اعتماد به نفسم تلاش کنم. این اعتماد به نفسم خیلی سخته واسهش تلاش کردن. مثلا یکی از کارهایی که کردم اینا، سعی میکردم با آدم های رندومی که تو خیابون میبینم ارتباط بگیرم. خیلی علکی، واسه موقعی که اعتماد به نفس تو از دست دادی واقعا سخته که بتونی با یه آدم رندوم تو خیابون ارتباط بگیری. آدم نمیتونه با آدم های دور اطرافشم ارتباط بگیره. خب بریم ادامه. امروز اتاقم مرتب کردم و یه جورایی اتاق تکونی کردم چون نزدیک عیدم هست و باید سعی کنم یکم ریلکس کنم، مدیتیشن کنم و سعی کنم خواب به هم ریختم رو درست کنم. تنهایی تو این دوران به من کمک میکنه و خیلی دلم میخواد با خودم وقت بگذرونم و تنهایی برم بیرون. این دوره هم میگذره و من برای راحت تر گذشتنش تلاش میکنم. امروز فهمیدم یه سری حال بد هست که همیشه قراره با همون باشه و ما باید سعی کنیم باهاش کنار بیایم، بغلش کنیم، باهاش دوست بشیم. چون وقتی قرار نیست از بین بره، جنگ و دعوا کردن با اون حس فقط همه چی رو بدتر میکنه. فکر کنم استراب برای من همون حسه که باید سعی کنم باهاش رفیق شم. این واسه اینه که من فکر میکردم مرور زمان شاید بتونه حال بدتو خوب کنه، شاید از یه سنی که رد بشی یه سری حسا، یه سری حال بدی ها تو دست بین بره. ولی یه جایی هست که واقعا آدم میفهمه که یه سری حسایی بد، یه سری حال بد تا آخر قرار همراهش باشه و آدم نمیتونه دائم به خاطر اون حس بد، به خاطر اون حال بد قور بزنه، ناراحت باشه. آدم باید بتونه باش کنار بیاد و بدونه که اون همیشه هست. نمیدونم دارم اشتباه میکنم یا نه، ولی این چیزیه که تا الان تجربهش کردم. البته باید از اطرافیانمون هم بخوایم که تو این دوره ها کمکمون کنن و درکمون کنن تا ردش کنیم. من چون تو این دوره بقیه رو ناراحت میکنم به خاطر عصبی بودنم، خودم هم حس بدی میگیرم. برای همین باید بهشون بگم کمکم کنن تا هم خودم کمتر اذیت شم، هم بقیه رو کمتر ناراحت کنم. امیدوارم اگه اضطراب شدید داشتن رو تا الان تجربه نکردین، تا حدی که روی خوابتون، روی زندگیتون تأثیر بذاره، امیدوارم هیچ وقت هم تجربهش نکنین. ولی خب اگرم تجربهش کردین یا دارین تجربهش میکنین، هر چیزی که باعث استرابی بیشتر میشه رو ازش فاصله بگیرین. اگه چیزی نیست که ازش بتونین فاصله بگیرین، سعی کنین باش رفیق شین، باش کنار بیاین. همون جوری که خوشحالی های ما رد میشه میگذره، ناراحتی ها و حس و حال بدمون هم رد میشه و میگذره.
و امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشین. تا یه ویدیوی دیگه، خدافظ.